یه مقدار خواهش میکنم این نیم ساعت رو خیلی خوب گوش کنید، هر جا متوجه نشدید بپرسید. یه مثال میخوام بزنم، تقریبا خیلی از مواردی که گفتم و داخل مثال چیه میخوام یه مروری بکنیم. میخوام بریم یه مثلا یه شخصیت ویکیپدیا انگلیسی رو بیاریم ببینیم میتونیم به فارسی ترجمه بکنیم یا نه. اوکی، یه نفر بگین یه ویکیپدیا داشته باشه انگلیسی باشه، شخصیت معروف که مثلا چی؟ بیژن. بیژن چجوریه؟ چجوریه؟ اینه؟ دیزاینر کلون ها یا اوت کلون ها یا عطر اینا بود من فیلم همینه دیگه، درسته؟ خب عرضم به حضورتون که این متن رو من برمیدارم میخوام به فارسی ترجمه کنم. اوکی، میخوایم متن فارسی با برنامه به فارسی ترجمه میکنم. خب چیکار میکنیم؟ اینو میارم اینجا، چون شامل چند خط میشه از چی استفاده میکنم؟ از سه تا دابل کوتیشن، چون شامل چند خط میگم بیا پرینت بکن بیژن. خب برای اینکه اینو به فارسی ترجمه بکنیم قبل از اینکه اسپلیت بکنیم میخوام کاراکتر اضافه رو حذف بکنم، مثلا اعداد که ترجمه نمیشه که، فقط متن انگلیسی میخوام بذاریم بمونم، مثلا 1996 نقطه آکولاد باز، آکولاد بسته، 2000 کاما، نمیدونم اینا رو میخوام حذف بکنم. چجوری اینه فقط شامل عدد در نظر بگیرم؟ راه حلتون چیه؟ رشیست ها؟ من تک تک میخوام اینا دونه دونه حذف بکنم. ببین اولا من بیام بگم for i in vision print بکن i رو، چی میشه؟ چی ها رو زیر همین میشه؟ دونه دونه کارکتر میتونیم اینجوری ببینیم، چون داره تایپ داره نشون میده دیسپلی میکنه یه مقدار کنده، با کنترل سی میزنم خارج میشه. یعنی آی چی میشه؟ بی میشه، آی میشه، جی میشه، فاصله میشه، ویرگول میشه، عدد میشه. خب من میخوام آی اونایی که فقط حروف انگلیسی و اسپیس هستن بمانن، بقیهشون دیگه حذف از بین برن. خب. قبل از اینکه این کار انجام بدیم میام چیکار میکنم؟ قبل اینکه این کار رو بخوام انجام بدم اینجا ببینید اینتر خورده، کجا اینتر خورده؟ اینجا اینتر داریم، اینجا هم چی داریم؟ اینتر داریم. میام میگم که بیژن مساویه بیژن دات ریپلیس بکن اینتر رو با چی؟ با اسپیس. این چیکار میکنم؟ بگیم هر جا اینتر بود بذارش چی میذاره؟ هر جا اینتر بود بذارش اسپیس میذاره. ببینید همش الان یه تیکه شد، درست یا نه؟
اینترا رو برداشتیم. حالا برگردیم به سوال قبلیمون، فقط چیا بمونه؟ اسپیس و حروف بمونه. خب من همه کاراکترها چجوری بهشون دسترسه؟ فور آیم بیژن آی چی میشه؟ همه کاراکترها و حروف و اسپیس و اعداد و اینا میشه. خب میام اینجا می‌نویسم بیژن مثلا پیوریفای، چیکار قرار میدم؟ یه اسپیس قرار میدم، یه ببخشید یه رشته توی. خب میگم ایف یه اسم متغیر پ، میگم اگر آی چی بودش؟ اگر آی زد بود یا بزرگتر مساوی چی بودش؟ آ بود، این برای حروف. یا چی بودش؟ یا آی مساوی چی بود؟ اسپیس بود. چکا بکن؟ نه پرینت نه، به کجا اضافه بکن اینو؟ بیژن پر پیور چیز بود دیگه، یه رشته توهیه. آیه به چه اضافه بکن؟ خب تموم که شد بیژن پیور برای من چاپ. فرضی شدیم چه اتفاق رفتن یا نه؟ حالا چرا اصلا ما عدد هست کنیم؟ چون من میخوام کلمه ها رو جدا کنم ترجمه بکنم. یه عدد ترجمه نه نمیخوام، نمیخوام خیلی سخت بکنم، فقط میخوام کلمه انگلیسی چه نگردم و من مسئله به صورت آسون دارم حل میکنم، فقط میخوام کلمه انگلیسی رو نگردم. ببین بیژن پیور چی بودش؟ این یعنی چی؟ اسپیس نیست، یه رشته توهیه. حالا آی چی میشه بگین؟ حرف به حرف این میشه تا اینجا، درسته؟ همه حروف میشه، چه حروف، چه اسپیس، چه عدد. حالا چه موقع آی مجازه به بیژن پیور اضافه بشه؟ چه موقع مجازه؟ حروف باشه یا فاصله باشه. منطقه یه ایرادی الان داره، ایرادش چیه؟ یک دو سه، درسته؟ چند تا فاصله است؟ خب من میگم اگر فاصله بود، ببینید میگم اگر آی فاصله بود به شرطی که بیژن پیور منهای یک، بیژن پیور منهای یک یعنی چی؟ به من بگی آخرین چی که قبلا اضافه شده، آخرین چی که قبلا اضافه شده چی نباشه؟ فاصله؟ نه فاصله نباشه. اگه آخرین چی که قبلا اضافه شده فاصله باشه دیگه فاصله رو بهش اضافه نکن، ولی اگه آخرین چی که قبلا بهش اضافه شده فاصله بود یه فاصله، اگر آی فاصله بود چی میگن؟ اضافه نکن. الان شما دو تا سه تا فاصله پشت هم میبینید یا نه؟ تو قبلیه مثلا این اگه میخواست اضافه بکنه، چون بیژن پیور منهای یک چی بود؟ این بود دیگه، چون فاصله بود این هم بهش اضافه میکرد، ولی ما گفتم اگه فاصله باشه حرف قبلی، حرف جدید هم که داره میاد فاصله باشه بهش چیزی اضافه نکن. اوکی تا اینجا؟ قسمت آخر رو اینو کی میتونه یه بار توضیح بده از حرف من؟ کی میتونه توضیح بده؟ واسه این اسپیس دوست دارم نه یادش
کارتری جدید داره میاد، کارتر جدید چی اسمش؟ هر دفعه آیه دیه. کارتر قبلیه که قبلا اضافه شده داخل چی اضافه شده؟ بیژن پیور. منهای یکش یعنی چی؟ آخرین عنصرش. خب بگو. اگر اسپیس نبود اضافه بکن، اگر اسپیس بود اضافه نکن، ولی اگر اسپیس نبود اضافه بکن. بله چند ترسه، چون ما اعداد رو میانه حذف کردیم یه اینترم رو اسپیس جای گذیم کردیم. این ما ترک رو مثلا امو حذف کنیم. امو مثلا شامیه میگه آقا من ادامه هم این فردا آتاتورک رو میشنستیم یا نه؟ بله ما رو میشنستیم. آتاتورک یه قانون گذاشته بودن که غیر یه چنین چیزی ممنوع بود، مثلا اینا میدونید عوض کردن کارکتراشون رو، شمالی نوشتشون رو از عربی که مثل ما الان عربی میریسیم به لاتین تبدیل کردن. ممنوع بود فکر کنم نوشتن غیر، اینا که غیر مینوشت مثلا زندان داشته چنین چیزی. الان فرماشه شما میخواییم حرف چی رو حذف بکنیم؟ میگیم هر جا آی بود آی چکا بکن؟ حذف بشون. آی کلان با آی مشکله نیست. آی بزرگ بود؟ نه آی بزرگ نه، آی کچه آیا چون بالا به جای بیژن پیور هست دولو مساوی آی بمیسید آی اینجا بعد رو پایی پرینت کنید بگیم پرینت کنید آی متوجه نیمشه اینجا بینیسید نه این غلطه نه بیژنش پاک بود آه نه نه این یعنی چی من متوجه منظورتون نیست شما اینجا یه کار انجام بدی بیژن پیور یه دونه آی از اول بهش اضافه کردی بعد هرچی که درسته میاد به مطابق دارید آی فقط دارید چاپ میکنه اصلا بیژن پیور اصلا چاپ نمیکنه یه حرف آیه اضافه کرده اگر سینگل کوتشن برش داریم چی آیه بالا رو اینو؟ آره اون برش داریم و آی میدونین چیه یا نه؟ آی چیه؟ نمیشه بیجم بیرم و خلیص آی بیرم نه آی چیه؟ آی نه نه آی اینه نیا کنید نه نه این آیه داخل این فوره معنی پیدا میکنه بیرون فور این بالا معنی نداره آن. نه 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 اینجور نمیشه نه ما بیژن پیر رو یه رشته در نظر میگیم که هیچ چیز داخلش وجود نداره حالا بیزه حالا اسمش آیه شما مثلا بعض موقع به جای آی مثلا اگه ببینید پروژه ها رو بعضا ممکن اینجوری مینویسن به جای آی چی مینویسن؟ بهم میگن don't care بهم میگن چی؟ don't care یعنی اگه دیگه اینجا نوشتم تعجب نکن اینجا هم که اصلا چاپ میکنی اونش بیولی هیلز فکر کنم اینجا بیولی هیلز رفتی؟ هفته پیش اونجا بعدش میخوام این کلمه ها رو بیاریم بیرون تیکه تیکه بکنیم کلمه ها رو بیاریم بیرون بعد تکراری ها رو حذف بکنیم از داخل کلمه ها رو از داخل بیاریم بیرون تکراری ها رو چکا بکنیم حذف بکنیم ببینم کی میتونه این کار انجام بده
حالا میخوام اینو تیکه تیکه بکنم. چجوری تیکه تیکه میکنم؟ میگم بیژن لیست مساویه چی؟ بیژن الیس میگم. بیژن پیور دات چی؟ بگی اسپلیت بکنم. میگم بیژن الیس رو بیا برای من چاپ. درسته؟ حالا میخوام تکراری ها رو حذف بکنم. چجوری حذف میکنم؟ احسن. میگم بیژن ست مساویه بیژن بیژن الیس اینو بریزش داخل مجموعه. حالا میگم مجموعه رو برمان چاپ. ببین تعداد ببینیم لنه بیژن الیس 373 تا کلمه است. لنه بیژن ست چی؟ حالا اگه مثلا یک کتاب بود، اگه یک کتاب بود مثلا 10,000 مثلا 100,000 تا کلمه بود، 100,000 تا میشد 2,000 تا میشد چقدر؟ 3,000 تا. حالا اینجا زیاد تفاوت معلوم نمیشه. خب چیه؟ چرا چی شدن؟ خب چیه؟ چی شده؟ آها آیا رو ببین چی بود گفت آیا حذف بکنیم؟ یه نفر بود گفت همه آیا رو مثلا یه دونه آیتا رو حذف کنیم کل آیا حذف شد. خب گفتی یادم اون رفت. خب حالا بعد چی کار میکنیم؟ این رشته هست لیست و رشته. بعدش چی کار میکنی؟ خب یه دیکشنری اینو ببینید من دارمش. درسته؟ اینو میبرم تو گوگل ترنسلیت تبدیل به چی میکنم؟ میگم ترنسلیت دات گوگل دات چی؟ کام. نتونست اون رو ترجمه میکنم. خب مثلا میام اینجا، حالا یه دیکشنری خیلی ساده میخوام بسازیم. باز مثلا اینا اگه ای پی آی بلد باشیم، دیکشنری ویژن دیکشنری مساویه اون انگلیسی میذارم. خب باز اگه ای پی آی مثلا بدونیم میتونیم با ای پی آی اینا رو بگیریم. این فارسی هست یا درسته؟ میندازم کجا؟ میندازم اینجا. خب حالا این گفت چی میشه؟ دیکشنری بوده میشه این. میگم اینا اگه مثلا بزنم اینجا چجوریه وضعش؟ نه یه مقدار چون بعضیش دابل کوتشنه بعد سینگل کوتشنه بعد یه پری پروسسینگ باید انجام بده. حالا مثلا من چند تا رو می نویسم؟ چند تا رو. خب چی میشه اینجا؟ میشه روی. درسته؟ کلایم چی میشه مثلا؟ بعد بعد
ولی خب بعد یه نظام میخوام پیدا بکنم، میدونی؟ یه نظام الان هنوز مونده، الان مثلا یه دیکشنری کوچیک بسازم. الان میگم الان هدفم چیه، مثلا دیکشنری مثلا تخمینی در همین حد دیکشنری چیه، در همین حد دیکشنری کافیه. خب مثلا سید شد گفت آن روی کلایم مثلا ادعا اسم تخمینی ای مثلا چی میشه یک این چی میشه این میشه یک در همین هم. یه دیکشنری اینجوری چیه ساخت. خب حالا به من بگید ببینم ترتیب کلمات توی چی تعریف شده، کجاست ترتیب کلمات؟ میخوام ترتیب کلمات ببینیم کجاست ترتیب کلمات؟ تو لیسته، تو مجموعه است، تو لیسته دیگه، درسته؟ مجموعه که ترتیب نداره. خب حالا من چجوری عمل میکنم؟ فرض کنیم دیکشنریمون کامله، فرض کنیم دیکشنریمون چیه؟ کامله. ترتیب کلمات رو توی لیست دارم. ترتیب کلمات رو کجا دارم؟ توی لیست. هر کلمه رو تو لیست ور میدارم. اگه اون کلمه توی دیکشنری باشه، اگه اون کلمه تو دیکشنری باشه ترجمه فارسیش رو مینویسم، اگه اون کلمه تو دیکشنری نباشه خود انگلیسیش رو مینویسم. پس چی شد؟ پس کلمات من ترتیبش کجاست؟ توی لیسته. کلیست؟ این بیژن لیست. خب دونه دونه اینا رو برمیدارم. اگه این کلمات توی دیکشنری باشه با عنوان کلید چیشو مینویسم؟ ترجمه فارسیشو مینویسم. اگه نباشه انگلیسیشو مینویسم. پس میگم که بیژن پرشین. یه رشته درست کردم. رشته چی درست کردم؟ توهی. درسته؟ میگم for item in vision ls. آیتم چی میشه؟ بگین آیتم چی میشه؟ دونه دونه کلمه هایی که توی لیست وجود داره. اگر آیتم در داخل ویژن دیکشنری باشه، اگه آیتم بود ویژن پرشین رو با چه جمع بکن؟ با ترجمهش. درسته؟ ترجمهش داخل چیه؟ داخل دیکشنری. من تو باید آیتم رو باید بهش بدیم. آیتم رو بهش میدم، چیشو به هم میده؟ فارسیشو میده، با ویژن پرشین جمع میکنم. اگه نبود ویژن پرشین رو با چی جمع میکنم؟ اگه نبود با اون انگلیسیش. آخر سر میگم چی رو چاپ بکن؟ چرا همه رو هم مثلا بیژن پاکسا چرا همه رو هم چسبون؟ چون وقتی من اینا رو اضافه میکنم بعدش اسپیس اضافه نکردم. حالا ببین مثلا اینجا ای بوده شده یک، آن بوده شده چی؟ رویه. حالا شما اگه دیکشنریتون کامل بود مثلا اند، اند دیگه، درسته؟ به جای اند چی میذاریم؟ یکی دیگه او این چیزه که مثلا زیاد تکرار میشه یا مثلا سو چیه؟ الان بهتر شد، درسته؟
General Persian tools هست بکنم تو دیکشنری باشه. آره مطابق حقیقت خیلی وقت کار نکردم. Persian tools هم توش تقویم شمسی داره، حفظ کنم یه دیکشنری هم دارم، میتونی از اون استفاده بکن، بدی با اون براتون چیکار بکن ترجمه. مطابق ببینید منطق منطق دیکشنری ساختن یاد گرفتیم، منطقش چی بود، مجموعه چی بود. این که من رشته ها رو از سمت راست اضافه میکنم خانم ملا قاسم معنیش چیه؟ چرا رشته رو از سمت راست اضافه میکنم؟ اینجا هر کلمه که میاد به کجا اضافه میشه؟ به انتهاش اضافه میشه، درسته؟ متوجه میشین یا نه؟ چند درصد اینو متوجه شده؟ نه یا بنویسیم بهتر میشه. خب میخواین الان بنویسیم؟ میخواین خونه بنویسیم؟ چه بنویسیم؟ حالا یه عکس بگیریم.